سلام دوستان محمد هستم با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم و در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای توهین پویا خواننده لس آنجلسی به مردم و زندگی شخصی این فرد میپردازیم اما لطفا قبل از هر چیز از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون هم اولین نفر از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید پویا از خواننده های نوظهور موسیقی کشورمون بود که با توجه به شباهت صداش به معین تونست خیلی زود خودش رو به موسیقی قدیمی و لس آنجلسی نزدیک کنه و طرفدارای زیادی رو پیدا کنه نسل جدیدی که هرچند تفاوت بسیاری با الگوهای قدیمی خودشون مثل معین داشتن اما خیلی زود و به دلیل جوان بودن در بین مردم مورد توجه قرار گرفتن و آهنگاشون خیلی زود در بین مردم پخش شد. پویا پور جلیل متولد 15 دی 1354 در بندر انزلی خواننده موسیقی پاپ ایرانی وی ای با صدای معین عاشق موسیقی شد و حالا یکی از خوانندگان لس آنجلسی ماشین بازه و ایشون رانندگی با سرعت 280 کیلومتری هم تجربه کرده در سال 1368 وقتی 14 ساله بود به همراه پدرش ایران رو به مقصد ترکیه ترک کرد و از اونجا به لندن مهاجرت میکنن بعد از 12 سال زندگی توی لندن بعدش به لس آنجلس سفر میکنن و ایشون به کار هنری مشغول میشه وی در زیر نظر خالش که صاحب کمپانی بهداشتی و آرایشیه حمایت شد و در اوایل کار با تران سرای چون جهان بخش پازوکی به همکاری پرداخت و این استاد در شکوفا شدن پویای عزیز نقش بسیاری داشته. حاصل همکاری ایشون با هنرمندایی چون جهان بخش پازوکی، نیر فروتن، هما میرفشار، همایون هوشیار نژاد، مسعود فردمنش، پاک سیما، جکلین، محمد هیدری، شهیاد، محمد مقدم، حسن شمایزاده، بابک صحرایی، بابک روزبه و غیره چهار آلبوم زیبا و شنیدنی به نامهای باران در سال 2000، غریبانه در سال 2003، رویا در سال 2004 و تصویر در سال 2008 ایشون به ایران و ایرانی علاقه داره 20 سال از عمر 43 سالش رو دور از سرزمین خودش زندگی کرده اما همواره به فرهنگ آداب و رسوم ایران پایبنده که همین امر تاثیر بسیاری رو در محبوبیت ایشون داشته خانوادش رو خیلی دوست داره و در هر زمان و هر مکان قدردان زحمات پدر و مادرشه پدر و مادر پویای عزیز در حال حاضر ساکن نروژن همیشه ایشون آرزوی داشتن چهار برادر رو داشته اما تنها یک خواهر به نام مریم داره که چهار سال از پویا کوچیک‌تره. غذای محبوب ایشون زرش پلو و مرغه. حیوان مورد علاقش یوز پلنگه و از روتیل میترسه. ایشون میگه دلیل ترس من از روتیل شاید به دلیل فیلمایی باشه که در کودکی ازش دیدم. آبی، مشکی و سفید از رنگهای مورد علاقه ایشون به حساب میاد و ایشون خودش رو یک استقلالی میدونه. البته پویا در ورزش جدو هم مهارت بسیار زیادی داره و پویا مجرد او هنوز ازدواج نکرده و از روابط ایشون هم اطلاعاتی در دسترس نیست ایشون میگه در درجه اول فرد مورد نظر یعنی اون همسر آیندش حتما باید ایرانی با اصالت، نجیب مهربان و زیبارو باشه وی میگه از روزی که حس کردم میتونم بخونم علاقه عجیبی به صدای معین پیدا کردم و عاشقانه صدای او رو دوست داشتم و اصلی ترین باعث و بانی و مشوق من ایشون بود. تقریبا از 17 سالگی از صفر شروع کردم و با کمک خانوادم تونستم جدی و به طور حرفه‌ای خوانندگی رو شروع کنم. من کارم و از لندن شروع کردم و بعدا به لس آنجلس رفتم و نزدیک به 20 ساله که به طور حرفه‌ای مشغول خوانندگیم. از کارم خدا رو شکر و احساس خوبی دارم به دلیل اینکه رضایت مردم رضایت منه. شناسنامه هنری من با آهنگ قطره باران از آلبومی به همین نام از سال 1379 و از سپس آهنگ وطن وارد فاز اقبال عمومی شد. ششمین آلبوم پویا در سال 95 منتشر شد. ایشون حالا بیشتر فقط تک آهنگ و ویدیو موزیک کار میکنه. ایشون میگه من در داخل کشور صدای علیرضا افتخاری، احسان خاجه امیری، محمد اصفهانی و مرحوم استاد شجریان رو فوق العاده دوست داشتم. مسافرت رو خیلی دوست دارم و فکر کنم تجربه ای که از مسافرتام به دست آوردم از هیچ مدرسه ای نمیتونستم به دست بیارم. وی درباره موسیقی زیرزمینی گفته من فکر میکنم هنرمندای خوبی رو در داخل کشور داریم و طبیعیه که جایی که هفتاد میلیون نفر جمعیت داره باید به این سبک باشه و انتظار بیشتر نیست ولی چیزی که باعث تجربه در مقایسه با جمعیت تعداد کارای خوب کمه الگوی زندگی من پدر و مادر من و تا زمانی که در این دنیا نفس میکشم به اونها مدیونم که یک بچه کاملا ایرانی رو تحویل جامعه دادن و با اینکه 32 ساله که در خارج از ایران زندگی میکنم هیچ وقت سعی نکردم که به غیر از ایرانی بودن چیز دیگری رو مطرح کنم یا نشون بدم و خب این باعث افتخار منه. من ورزش متوقف نمی کنم و خیلی علاقه دارم بهش. آدم ماشین بازیم و به قول ها پاهام سنگین روی گاز. آخرین بار با لامبورگینی 280 کیلومتر رفتم که توسط پلیسم جریمه شدم. به جرأت و اطمینان میگم که آشپزیم بهتر از رانندگیمه و بیشتر غذاهای ایرانی از جمله لوبیا پلو، قرمه سبزی و غیره رو درست میکنم. در ویژه برنامه نوروز سال 1398 در بی, بی سی فارسی بهزاد بلور مجری برنامه استخدام پویا در پلیس ایالات متحده آمریکا رو اعلام کرد و این سخن از سوی پویا هم تایید شد پویا داخل لس آنجلس زندگی میکنه و در حال حاضر به خدمت پلیس کشور آمریکا در اومده و به این شغل علاقه خیلی زیادی هم داره. ایشون فقط یه خواهر به نام مریم داره که چهار سال از پویا کوچیکتره. اما پویا خواننده لس آنجلسی در متنی انتقادی و البته جنجالی توهین عجیبی کرده که باعث واکنش و انتقادات بسیاری هم شده. ایشون در این متن نوشت خدا رو روزی صد هزار بار شکر می کنم که محتاج پول کنسرت و این مردم نیستم. در غیر این صورت خدا میدونه که با چه سنخته ای می آدم طرف باشه و چه رفتارهایی رو ببینه. از این که بگم ایرانی هستم خجالت می کشم و از خودم شرمندم که چه اشتباهی کردم و واسه چه ملتی موزیک ساختم. یا سعی کردم مثل خیلی ها درو نباشم و همیشه حقیقت تلخو بگم. با تمام شهامت و مردونگی میگم ایران و ایرانی هیچ وقت درست بهشون نیست و تا دنیا دنیاست باید خواب بمونه و نباید بیدارتون کرد با ایرانی رو راست بودن یعنی خودزنی من خودزنی میکنم ولی مثل شما نمیشم البته به گفته برخی هنرمندان پویا در جواب بهمن بابازاده و در مورد علیرضا امیرقاسم این صحبت ها رو انجام داده حالا باید دید که بعد از این اظهار نظر جنجالی و توهینامیز، واکنش خواننده های دیگه به این برخورد پویا با مردم ایران و هوادارانشون چیه؟ خب دوستان عزیز مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد خدا نگه و نگهدارتون